بسم الله الرحمن الرحيم دعوي بلان شدان از ركوع دعاء الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني الله ستايش كسر وكي اورا ستايش نموت شنيت و قبول کرد. فایده حدیث یکم اثبات صفت شنوایی برای الله سبحانه و تعالی که به گونه که شایسته است. فایده دوم مشروع بودن گفتن این ذکر هم برای امام و هم برای مقتدیان. فایده سوم این ذکر هنگامی برداشته شدن از رکوع گفته می شود، نه در رکوع و یا بعد آن. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه پروردگارا حمد و ستایش های زیاد خوب و مبارک از آن توست. فایده حدیث فایده اول تأیید رسول الله صلی الله علیه و سلم سبب مشروع شدن این ذکر کردید و این چنین چیزی فقط در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ممکن است، اما پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی حق اختراع کردن هیچ یگان ذکر و یا عبادت را ندارد، چرا که دروازه وحی با وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم بسته شده است. فایده دوم حضور فرشتگان در مسجد وقتی خواندن نماز. فایده سوم جایز بودن خواندن ذکر با صدای بلند به شرطی که سبب خلل رسانی در عبادت دیگران نشود. دعای دیگری بلند شدن از رکوع بار الها حمد که آسمان ها و زمین و میان آنها و هرچی تو بخواهی را پر کند از آن تو است. پروردگارا تو اهل ستایش و عظمت هستی. بار الها تو شایسته ستایش بندگان هستی. همگی ما بندگان هستیم. آنچه تو بفرمایی هیچ کس جلوی آن را نمیگیرد و آنچه جلوی آن را بگیری کسی قدرت ندارد آن را عطا نماید. بار الها صاحب ثروت او را ثروتش از عذاب تو نجات نمیدهد و تمام ثروت از آن توست. فایده های حدیث فایده اول فقط عملهای نیک و شایسته در قیامت فایده به حال بنده خواهد داشت. فایده دوم این حدیث اصل در اثبات قضا و قدر و تسلیم شدن در برابر الله سبحانه و تعالی به شمار می رود. فایده سوم ذکر و گفتن حمد و ثنای الله سبحانه و تعالی سنت همیشگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود.